خیلی ممنونم. بیرجند یه روستایی هست که همه اقتصاد مردم با عروسکه، روستای تاجمیر. اصلا عروسک هم محل درآمدشونه، هم بازی بچه هاست و کلن زندگی مردم تحت تأثیر عروسکه. این دوخت ایناشون، این دقیقا دوخت عروسک جز زندگی بچه ها و مردم اونجاست. از بالا شما اون عکاسی ببینید چه خلقتی کرده. در همین جشنواره امروز هنر تجسمی، از سیلی که در ابتدای امسال داشتیم، هم تصویرها و عکسها و هم نمادهای مختلف، تا اتفاقی که در بحث شهید سردار سلیمانی پدید اومد، تا اتفاقی که اتفاق تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، به نحوی ارتباطی رو ما میبینیم با مسئله های جامعه ایرانی در طول سال، با جشنواره ها که حالا هم در حوزه تئاتر، هم در حوزه موسیقی، هم در حوزه سینما و هم امروز که الان من مشاهده میکردم مجموعه آثار هنر تجسمی رو میبینیم که هنرمندان ما به خوبی با مسئله های جامعه خودشون در یک ارتباط تنگاتنگی هستن و این خودش نگاه درست رو ایجاد میکنه به این که هنر همراه با زندگی ایرانی جاریه و راهش هم اینه که در همین ارتباط ما مسائل رو ببینیم و پیش ببریم. بردم از آثار استاد رضا مافی، حالا با هدف اینکه به هر حال بتونیم بزرگان هنر خوشنویسی رو معرفی کنیم به جامعه و این غرفه در حقیقت موزه آثار رضا مافی هست که از وسایل شخصیشون، روزنامه هایی که در زمان حیاتشون بوده و دعوتنامه هایی که در زمان رضا مافی، نمایشگاه هایی که داشتن رو تونستم جمع آوری بکنم و روزنامه‌ای که خبر در حقیقت مرحوم شدن ایشون رو دادن. گلمندم، نمیتونم مدیریت کنم دیگه. یه سرمایه‌گذار فرهنگی بودم که یه مجموعه دارم که 500 میلیارد سرمایه از کشورهای مختلف جمع کردم، تو همدان سرمایه‌گذاری کردم. در حوزه هنرهای تجسمی 3 میلیارد سرمایه‌گذاری کردم، به هیچ وجه مورد حمایت ارشاد قرار نمی‌گیرم. گالری ما یک سال قدمت داره. بله، گالری نو پای هست. شریعتی. برای شریعتی هست. ما توی زمینه دیگه در خدمتتون هستیم. من توی قسمت گردشگری فعالیت خاص گذاشتیم، یه قلعه قدیمی. ولی هممون توی شرایط داریم پیش میریم. ما اونجا همین صحبتی داریم که وقتی که کار نقاشی میکنیم دنبالشی. حتما دوستان ما در دبیرخونه جشنواره تجسمی اتفاقاتی که بتونه کمک بکنه، مشابه بحث سینما و مشابه بحث موسیقی که خب به شکل وسیع‌تری هر سال داره فضاهای ملیمون از لحاظ کنش جغرافیایی و گستره جغرافیایی داره گسترده‌تر می‌کنه، جشنواره هم بتونه به این طرف حرکت بکنه. مهم اینه که ما این خط اتصال تهران و استان‌ها را تقویت بکنیم، هم در ایام جشنواره و بیش از ایام جشنواره در طول سال.